سلام و درود میفرستم خدمت همه بچه های خوب یوتیوب فارسی. اشیا هستم و به اولین ویدیوی نقد و بررسی اپلیکیشن توسط من خوش اومدید. برای اپلیکیشن امروز سراغ یه اپلیکیشنی رفتم که تازه اومده و به شدت ترکونده. اسم این اپلیکیشن هست ایدر اس ایکس 2 و باعث میشه و باش میتونید بازی پلی استیشن 2 رو به راحتی و با سرعت نور روی گوشی های متوسط مثلا پارسال و پیارسال اندرویدی است مثلا بازی کنید. من دوران پلی استیشن 2 رو دوران طلایی صنعت بازی میدونم و همیشه دنبال راهی هم که بتونم اون بازی ها رو با راحتی بیشتری بازی کنم و این چند ساله توسعه دهنده های برنامه های شبیه ساز واقعا گل کاشتن و تونستن برنامه PCSX 2 رو که برای بازی کردن پلی استیشن 2 روی کامپیوتر ساخته شده رو به نحوی بتونن روی اندروید پورت کنن. و این اپلیکیشن که امروز میخوام بهتون معرفی کنم برای همین کار ساخته شده. اسم این اپلیکیشن هستش Aider SX 2 و روی گوگل پلی به صورت ارلی اکسس در دسترسه و فقط 7 مگابایته. یعنی که شما با 7 مگابایت میتونید پلی استیشن 2 رو روی گوشیتون داشته باشید. بله، اسمش از ایدر اس 2. همین الان املای درستش هم براتون دارم از صفحه گوشی فیلم میگیرم. اینجوری نوشته میشه و فقط 7 مگابایته. میریم ببینیم که چطوری باید نصب و راه اندازیش کرد و اینکه چجوری بازی ها توش اجرا میشن. خب شما اولش که برنامه رو باز میکنید ازتون یه سری تنظیمات و اینا میخواد که من پیشنهاد میکنم که در سیف ترین حالت ممکن قرار بدید همه تنظیماتو، چون مثلا گوشی من گوشی زیاد قوی نیست، گوشی میان رده مثلا سال 2019 و این مثلا با این برنامه من مشکلی نداشتم و بازی های مختلف من باش بازی کردم، سرعت خوبی داشته و با اینکه گوشیم گوشی قوی نیست ولی سرعت اپلیکیشن به شدت بالاه، مخصوصا برای شبیه سازی پلی استیشن 2 که کار بسیار سختیه. چون اگر شما یادتون باشه چند سال پیش هم که PCSX 2 روی کامپیوتر اومده بود رو هر سیستمی اجرا نمیشد، بعد سیستمتون خیلی قوی می بود تا میتونستین پلی استیشن 2 بازی کنید. اما امروز هر گوشی رو که دست مردم ببینید حداقل 4 گیگ رم داره، پس از نظر سخت افزاری اوکی ایم همگی. اما این نرم افزار، شما وقتی واردش میشید از شما یه دونه بایوس میخواد که بایوس پلی استیشن 2 یا همون فایل اینپوت آوتپوت پلی استیشن 2 به صورت به دلیل قوانین کپی رایت هیچ وقت قرار داده نمیشه همراه اینجور برنامه ها و شما پیشنهاد میشه که شما از روی پلی استیشن 2 خودتون این کارو بکنید، یعنی که بایوسش رو دامپ کنید روی سیستمتون و به این برنامه بشناسونید که خب خودتون میدونید هیچ کسی همچین وقتی نداره و بهتون هم نمیگن که از کجا باید این فایل بایوس رو بیارید. اما من میخوام امروز بهتون یاد بدم که چطوری با این برنامه کار کنید و بتونید یک پلی استیشن 2 همراه داشته باشید. خلاص همه که وقتی وارد برنامه میشید که این تنظیمات رو خودش ازتون میخواد. اما اگر اون منو رو رد کردید میخوام اینجا بهتون یادتون بدم که چجوری درستش کنید. وقتی که وارد برنامه میشید میاد اینجا توی قسمت تنظیماتش یک منوی داره به نام اپ سیتینگ که من اینجا براتون پررنگش میکنم. اپ سیتینگ رو که بزنید یک سری تنظیمات سیستمی و دستگاهی و گرافیکی داره که برای بازی مختلف معمولا بعضی وقتا لازم میشه که تغییرش بدید، ولی اصلا برای یه سری بازی ها مثل بازی گاد هند که امروز میخوایم با هم دیگه روی این برنامه تست کنیم روی سیف ترین حالت ممکن اجرا میشه. و اما برای شناسوندن بایوس و سیستم ما این نوار بالا رو که بکشیم تقریبا یکی مونده به آخر اسمش از بایوس اسم روش میزنیم. من اینجا خودم بایوس اروپا رو ژاپن رو اد کردم چون به نظر من بهترین بایوس برای پلی استیشن 2 بایوس ریژن اروپا هستش، به خاطر اینکه اکثر بازی شرقی و غربی رو اجرا میکنه و اینکه من از بایوس های اروپا از بایوس آمریکا مثلا استفاده کردم یه سری بازی ها برام صدا نداشت، ولی مثلا این مشکل توی بایوس اروپا نیست. البته یه سری بازی ها باز مشکل داره ولی خب معمولا اون فایل بایوسی که شما دانلود میکنید مثلا 100 تا بایوس توشه، شما هر ورژنی رو که بخواید میتونید استفاده کنید. و اما برای اضافه کردن بایوس جدید شما ایمپورت بایوس رو میزنید و میرید به سمت اون محلی که بایوس ها رو از یه سایتی دانلود کردید. من اینجا از PCSX
از مجموعه بایوس های پی سی اس 6 2 استفاده کردم که کار میکنه روی این گوشی و مجموعه کاملی از بایوس های پلی استیشن 2 رو داره. شما وقتی که وارد این فولدر ها میشید یه همچین فایل های بایوس مثلا معمولا با فرمت بی آی ان هستش میبینید، ولی هزار تا بایوس داره دیگه، شما هر کدوم رو بزنید کار میکنه. مثلا من این 4 مگی رو اینجا میزنم ببینیم که چی میشه. بله این الان بایوس آمریکا بود که اضافه شد، بایوس V160 آمریکا بهش اضافه شد، ولی خب بایوس آمریکا یه خورده داستان داره، منم نمیدونستم که این بایوس آمریکا. امروز میخوام با همین بایوس اروپا بازی کنیم. حالا بایوس رو اد کردید، حالا میخواید که بازی بهش برسونید. وقتی بخواید بهش بازی بشناسونید شما باید بیاید تو همین منو به سمت گیم لیست. گیم لیست که بیاید اینجا میتونید بهش یه دونه فولدر بدید که بازیاتون رو میریزید توش. من اینجا حالا دو تا فولدر بهش دادم که هر جفتش یه دونه فولدر در واقع، یکیشو پاک میکنم که اون یکی هم بخوام براتون اد کنم. چجوری باید این کارو بکنید؟ کاری نداره، این مثبت این گوشه رو میزنید و دوباره از شما یک مسیر میخواد. مسیری که من بازیامو توش میریزم تو همین فولدر دانلود منیجرمه که همونطور که میبینید گاد هند اون بالا هستش. مکسمن دورم دانلود کردم، گاهی وقتا بازی میکنم باحال میشه. من اینجا این مسیر گاد هند رو بهش میدم و اینم در نظر داشته باشید که فایل های رام پی اس او، بازی پی اس او به صورت نقطه آی اس او هستش، نقطه ایزو یا به اختصار شما از فایل نقطه ایزو بهش بدید. پس اگر از اینترنت بازی پلی استیشن 2 دانلود کردید و فرمتش 7Z یا مثلا رر یا مثلا زیپ بود، اول بعد از اون حالت خارجش بکنید و فایل آی اس او بهش بدید، چون رام های پی اس 2 به صورت ایمیج دامپ میشن. من اینجا این فایل ایزو رو دارم، ایزو گاد هند رو، و همینجا یوز دیس فولدر رو بهش میدم که از من اکسس میخواد تو اندروید های بالاتر که من بهش اجازه میدم دسترسی داشته باشه. حالا بازی من بهش اضافه شد، کافیه که برگردیم به منوی اصلی برنامه و تو منوی اصلی اینجا بازیمون هستش و اگرم کاور خاصی داشته باشه اون فایل بازی احتمالاً اون کاور رو براتون نشون میده، اما خب گوشی من نشون نمیده دیگه. و اما بریم ببینیم که بازی چطوری اجرا میشه. بله شما روی بازی که کلیک میکنید بازی به سریع‌ترین روش ممکن میاد بالا و دیگه اون منوی استارت پلی استیشن 2 رو براتون نمیاره. البته تنظیم داره که بخواید اون استارت اپ پلی استیشن 2 که همون یه چند تا برج میاد رد میشه و بعد میاد پلی استیشن 2 رو نشون میده، اونم براتون بیاد، ولی من غیر فعال کردم چون میخوام هرچه سریعتر بازی کنم همیشه. خب این منوی بازیه و ضمناً اینم بگم قبل از اینکه من شروع کنم به بازی کردن که روی گوشی من متاسفانه وقتی که از صفحه فیلم میگیرم یه سری مشکلات مثل استاتر و فریم دراپ برای بازی پیش میاد که البته در حالت عادی وقتی من خودم بازی میکنم هیچ کدوم از اینا رو نمیبینم، اما برای فیلم ممکنه یه خورده استاتر و فریم دراپ داشته باشیم. پس اینا در نظر داشته باشید که روی گوشی شما روی صفحه خودتون وقتی دارید بازی میکنید احتمالاً خیلی بهتر از این بازی نشون میده. بله این منوی بازی هستش، همونطور که میبینید کاملا قابل دسترسیه. من میتونم نیو گیم کنم، لود گیم کنم، ولی من از روش سنتی سیو کردن بازی پلی استیشن 2 که روی مموری کارت استفاده نمیکنم. این برنامه در اختیارتون میذاره، ولی من اون روش رو به شدت کند میدونم. کاری که من میکنم اینه که از منوی پاز میام اینجا و از لود استیت و سیو استیت استفاده میکنم. شما وقتی که از این دو تا استفاده میکنید شما تو هر جای اون بازی که باشید بدون لودینگ براتون لود میشه. وقتی که لود استیت رو میزنید سیو استیت هم همین جوریه، شما هر جای بازی حتی تو منوها که اجازه سیو کردن به شما نمیده اگر سیو استیت رو بزنید باز بعدش دوباره بخواید لود کنید دوباره از همون نقطه و همونجا براتون میاره، انگار که برنامه رو براتون فریز میکنه. من مرحله‌ای که امروز براتون در نظر گرفتم یکی از مرحله‌های به شدت باحال این بازی هستش که البته خیلی هم بازی کردم، دلیل کم ویدیو گذاشتن هم میتونه همین برنامه باشه، واقعا مشغول با پلی استیشن بازی کردم بودم، اما این مرحله خیلی مرحله باحالیه. اسمش از مرحله صحرا. بریم ببینیم که بازی چطور اجرا میشه. Well, at least Olivia is not as bad as that crazy bitch. بازم دوباره میگم ممکنه شما شاهد یه سری استاتر و فریم دراپ باشید که در حالت عادی و در حالت عادی و گیم پلی همچین استاتر و فریم دراپ های اتفاق نمیفته،
اما وقتی که از صفحه فیلم میگیرم این اتفاق میفته، متاسفانه. حالا نمیدونم، شاید مشکل از گوشی هم باشه. خب همونطور که میبینید کاتسین اول بازی کاملا با سرعت 100% داره اون بالا پلی میشه. من سرعت و ورژن برنامه و فریم، نرخ فریم رو براتون با اسم گوشیم گذاشتم اون بالا برای کسایی که سوالشون پیش میاد که چجوریه، یه بنچمارک خاصی داشته باشه. همونطور که میبینید من کنترلای بازی رو شخصی سازی کردم، چون این برنامه اجازه شو به شما میده و من برای راحتی خودم دکمه‌هاش رو جایی گذاشتم که با تاچ اسکرین بتونم بازی کنم. من چاقه رو بزنم. خیلی بازی فانیه. من عاشق گادهندم، بچه که بودم همیشه گادهند بازی میکردم یه پلی استیشن و همیشه هم از و این چند سالی هم که حرف از شبیه سازی پلی استیشن 2 میشه، من همیشه یکی از اون بازی هایی که سعی میکنم حتما سراغش برم همین بازی گاد هند هستش. این بازی هم ساخته شرکت کلاور استودیوز هستش و به نظر من یک بازی بیتماپ به شدت خفن با یک موضوع و داستان جالب و مقدار کافی طنز هستش. گول داشت که این بعضی وقتا هم آدم ها رو که میکشید شیطانشون میزنه بیرون و شیطانشون هم بکشید. همونطور که میبینید بازی کاملا با سرعت 30 فریم داره پلی میشه و مشکل خاصی رو شاهد نیستیم. با اینکه گوشی من هم قوی نیست اما این بازی رو به شدت راحت داره اجرا میکنه. حتی یک سری بازی ها هست مثل گاد آف وار که شما ممکن اون تو مشکل بر بخورید، چون نرخ فریم این بازی روی پلی استیشن 2 همین به صورت 30 فریم هستش و 30 فریم راحت تر از 60 فریم رندر میشه و بازی مثل گاد آف وار 2 که مثلا که روی 60 کلا سری گاد آف وار که نرخ فریمش روی 60 شما ممکنه تو رندر کردن و شبیه سازی اینجور بازی یه خورده به مشکل بر بخورید، اما این برنامه دستتون رو خالی نذاشته و به شما کلی تنظیمات گرافیکی و سیستمی میده که میتونید مثلا من خودم با همین گوشی میتونم راحت گاد آف وار 2 رو مثلا با فریم خیلی بالا بتونم راحت اجرا کنم. فقط یه خورده دردسر و دنگ و فنگ داره که توی این ویدیو نمیگنجه و امیدوارم که خودتون با تمرین و ور رفتن با این برنامه بتونید بهش برسید. این توی مرحله هم یه سری چون صحراه، چون یه سری شن روون داره که اگه توش برید اینجوری میشه، بعد هی تون تون دایره بزنید که یه وقت درخ مشید تو شنه. میرفتم اینجا که فرارتون نشون بدم. هدف از این مرحله اینه که ما یه سری از این برجا رو که وقتی بهشون نزدیک، بعضیاشون اینجوریه که بهشون نزدیک میشیم سراب از بین میره. مثلا ما باید یه سری از این برجا رو، دو تا از این برجا رو بتره کنیم تا بتونیم بریم مرحله بعدی. وقتی برج اولو میتره کنیم یکی از قولای بازی بهمون حمله میکنه. این برج اول میتونیم پیدا کنیم، فکر کنم همین خودش برج رو میزنم. اسپید ران نمی کنم، این بازی رو ایزی گذاشتم من و همونطور که میبینید نوار جون و نوار قدرت هم تا حد زیادی آپگرید کردم که یه وقتی توی ویدیو نمیرم. مینی باس اول این محله هستش و میخوایم با هم بزنیمش. Took a trip to the shop, huh? این بازی ساخته سال 2006ه و توسط کپکام نشر پیدا کرده که شرکت خیلی معروفیه. بازی رزیدنت ایویل، دیویل میکرای و کلا این سری بازی‌های ژاپنی که تم غربی جالبی روشون داره رو شرکت کپکام می‌سازه و خیلی شرکت خوبیه و منم این گادهند رو خیلی دوست دارم. و کلن بچه بودم زیاد با پلیسشن دوازه میکردم داد همین و اون روز هم که خلاحاتی میشه بود گوشی پلیسشن رو دوازه کرد. قدرت این برنامه هم زیاده بسیم همون جا خالی داد لغت مش قدرتی هم با دو آزاد میشه. مش قدرتی رو که آزاد میکنه دیگه ضربه که بهت میزنن ساین نمیشه دیگه، با خیال راحت میتونی بری جلو فقط مربع رو زده میشه.
سرش بیجا. بازی من همین راحتی ها نیست، بازی با این کنترل تاچ اسکرین خیلی سخت، من خیلی روی بازی وقتی بشم تا بتونم اینجا کنترلش کنم. و اینکه مرد دارم چستا میانم تو چسته چیه کجا مرد بکنم بازی چستم رو خورد. کوزه ها میشکنم خب اینم یه برج دیگه، اینو میزنیم و بعدش هم باید بریم روی یه دونه پورتالی و بریم توی سفینه فضایی همه رو بزنیم که من اینجا بعد از اینکه این استیج تموم شه دیگه ضبط رو قطع میکنم. هدف از این برنامه هم بود که شما با این برنامه خوب آشنا بشید. بله خب این مرحله رو تموم کردیم، مرسی که تماشا کردید. این ویدیو نقد و بررسی اپلیکیشن تازه تاسیس ایدر SX2 بود که لینک گوگل پلیش رو براتون میذارم، حتما بازی کنید، حتما امتحانش کنید روی گوشی خودتون و هر سوال فنی داشتید در مورد این برنامه یا هر برنامه‌ای من همه چی رو براتون توضیح میدم، تو همین کامنت ها میتونید بپرسید. و لایک سابسکرایب کامنت یادتون نره و اگر از این موضوع خوشتون اومده به بقیه هم پیشنهاد بدید که ببینم و از این حرفا دیگه. مرسی که تا اینجا همراه بودید، خداحافظ، بدرود.